بشی تحت عنوان درختکاری. به همین منظور سری به سامانه 137 شهرداری تهران زدیم تا ببینیم از ابتدای ترک کاش نهال در منازل شهروندان چه تعداد نهال قرض شده. تو فاز اول پویش یه چیزی حدود 10,000 تا درخواست شهروندی ثبت کردیم توی سامانه و این 10,000 تا پیام از 15 دی ماه در واقع ثبتشون آغاز شد و تو همون یک ماه فاز اول انجام شد. توی فاز دوم پویش که عنوان پویش درختکاری نام گرفت تو همین 5-6 روز اخیر یه چیزی حدود 15,000 تا درخواست جدید ما داشتیم از سمت شهروندان. در مجموع فکر می‌کنم چیزی بالغ بر 70% این پیام‌ها انجام شده. به این جدول آماری اگر نگاه کنید از 223,000 پیامی که در این مدت زمان در سامانه 137 ثبت شده 24,007 پیام مربوط به درختکاری بوده و این نمودارها نشون میده که منطقه 4 رکورددار کاشت نهال رو داشته و منطقه 9 آخرین رقمی بوده که منطقه 9 داشته. برای بررسی وضعیت کاشت نهال و رسیدن آن به دست شهروندان چندین تماس پیگیری نیز داشتیم. سلام. سلام علیکم. سلام آقای شریفی. جناب بفرمایید. وقت بخیر. زنده باشید. از سیاه پلاس شهرداری تهران تماس میگیرم خدمتتون. بله بله بفرمایید. یه درخواست نهال داده بودین دیروز. گویا بله. تحویل شده درسته؟ بله بله بله. یه درخواست نهال ثبت کرده بودین. می‌خواستم این درخواستون انجام شد؟ نه هنوز، گفتن امروز میاریم. اگه تا ظهر بیاریم ممنون میشم. و در انتحال به دنبال پیام‌هایی که ثبت شده برای کاش نهال به درب منازل شهروندان رفتیم. کی تماس گرفتید با سامانه 137 برای کاش نهال؟ دو روزه یا سه روزه. چه درختی سفارش دارین شما؟ درخت میوه باشه که بهتره. پیرو درخواستی که شهروند محترم داشتم یه درخت میوه رو هماهنگ کردیم با ناحیه 3 منطقه 13 که بیان داخل باغچه منزلش ان شاءالله کاشت بشه. اما شما شهروند اگر میخواین به پویش درختکاری بپیوندید علاوه بر تماس با سامانه 137 میتونید با تهران من و یا نرم افزارهای داخلی مثل بله و ایتا پیام خودتون رو ثبت کنید تا دوستان شهرداری تا 29 اسفند ماه نسبت به درختکاری در منازل شما اقدام کنند. مریم جعفری خبرگزاری صدا و سیما.